بزن صدای ما رو میخوای ببندی نمیخواد روش صحبت کنی روی رو بزن یا حالا صحبت نه بزن رو بزن همش دور رکورد می <تصح> <تصح> تو وسط سا خوب. Bazen... سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز خدا رو فرزادم و ماست. سلام امروز اپیزود 166 ام ماست ما در واقع ما که بودیم کارون برگشته از تورنتو و میخوایم در مورد خوش برگشته زنده میگفت میخوایم در مورد دو ساله شدن خودکست ساعت کنیم 13 آگست خودکست شد دو سالش آره و این که الان حالا مدت گذشته ما یه مبارک یه بریک, <تصفح> <تصفح> بریک کوچیکی هم داشتیم و جونم براتون میگه که الان برگشتیم دیگه ببین من دیشب داشتم با اون لحظه ای که ما اولین بار ریلیز کردیم فکر میکردم خب اوه خیلی روز بدی بود استرسی که گفتیم اینو اصلا چش... هزار بار احتمالا گفتیم خب پس دیگه بگیم. ولی خیلی استرس بدی بود شیشه سول ش... هفته چند سول صبح زود ما بود شنبه شنبه هم بود نه این سرکار نمی سرکار نمی رفتیم چرا؟ نه 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 بود. نه, نه. من یادمه که خوابیده بودم برای چند دیگه دیدیم احساس میکنم آره بهتر بعد آره خیلی استرس بود اولین باری که داشت میرفت توی رادیو جوان بعد این رفت این بچه هم گذاشته بودن روی سلایدر اول سایت یعنی خیلی ویو میخورد آره ما چیزی که بود حالا من چند وقت پیش برگشتم نگاه کردم مثلا ببینم های اول اینا چه جوری بود خیلی بد بود یعنی من الان واقعا به پیش پیشنهاد میکنم که بره اپیزود اول ما رو گوش بده چون که ما اولش یعنی الان خوب شد الان خیلی راه خیل روونتر شده مثلا ما اولش که خب یو بی سی میکردیم میرفتیم یه اتاق میگرفتیم و اینا خب ناوارد و اینا که بودیم که به کنار امکانات خوبم نداشتیم به کنار ببین یک ساعت و نیم زبط اونجا حدود 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه بعد ستا فاینال میکردیم ببین چقدر ما پاز میدادیم وسطش آره اینقدر سوتی میدادیم بعد حالا الان سوتی ها رو میدیم ولی پاز نمی دیگه, دیگه. علالایی میریم جلو و یه زی دیگه هم که بود ما نمیدونستیم واقعا اون ف... حالا اون فضایی که میخوایم درست بکنیم چه شکلیه راست شو بخوایم مثلا اولش من خیلی اینو قشنگ یادمه که من میخواستم اون حالا اپیزود اول اگر که گوش بکنید میفهمین که من میگم که مثلا سلام اینجا خودکسته یه پا و مثلا این چیز شروع شعف الانه رو نداشتم دیگه یعنی نمیدونستیم که مثلا اگه من خیلی با شروع شعف بیام میگم شعف شاید آره زایه باشه بعد این مثلا خیلی رادیویی تور شده بود ولی خب الان بکنم جای خودمون جنگ دوایی که من تو قبلش داشتیم و یادته که چه جوری باشه و اینا من روز, روز اول, اول... نه کلا قبل اینکه شروع شه من همیشه اینجوری بودم که باید دیالوگا خیلی معمولی باشه یعنی همون حالتی که ما تو جمع دوستا حرف میزنیم و هر لفظی اونجا به کار میره اینجا هم باید به کار بره بعد من بله. میگفتم فوقش حالا لفظ خیلی بد شده بوغ میذاریم ولی ایمان همیشه مخالف بود میگفتش که خانواده و اینا گوش میده لفظ نباید به کار بریم که برنده کارم ایمان بود تا به امروز لفظ نیومدیم آخه ببین میتونیم بگیم زیاد ما لفظ دیگه ایهام رفت بکشیم به سینه فوش دیگه ها آخه. نه بعد اون من ایدم این بود که خب چیز رسمی کسی بخواد رادیو تلویزیون هست و تا حد خوبی هم همه خستن دیگه از بان. اون سبک و کار گفتم که اینجا مثلا خیلی دیگه خودمونی ولش کنیم دیگه ولی ول نکردیم آره دیگه چیز خودکاست همین بود که یه پادکست خیلی خودمونی گفتی. خیلی ولی بله الان فکر کنم خیلی حالا الان خودمونی, خودمونی دیگه, شده. آره. فوشت مثلا ناموس یکی از بچه‌ها میگفتیش <تصفح> که آره من پادکست زیاد گوش میدم اکثرا جدی ان و اینا بعد وقتی که خیلی حوصله ندارم و دیگه مغزم کار نمیکنه میام پادکست گوش میدم مرسی اوکی <تصفح> 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 ببین مرسی اونم خوبه حالا به خاطری که یه زیک از شاید چیزی که من میخواستم از اون حالا خود در بیا بزی که از دربیا بازی که کارون میخواد شاید خیلی متفاوت باشه ولی یکی از در واقع هدف های من تقریبا همینه چون که ما پادکست های حالا مذهبی و سیاسی و اینایی که فقط خبر بعدی زیاد داریم حالا اونا وجود داره و خب بعضی پادکست ها هستن که خب خیلی حرفه هم و خیلی تکنیکالا مثلا مثل مثلا چنل بی مثل پرگار مثل حالا پرگار باز پرگار بی بی سی و اگه نشیدید حتما بشنوید بهترین پادکست فارسی پادکست نیستون اون بابا اون رادیو پادکستش هم داره میاد دیگه اورو دارن خب دیگه پادکست دیگه و اینکه هم خوب یه جورای خسته کننده است دیگه ما بیایم یه جایی و مثلا یه فضای فراهم بکنیم که آدما بتونن 20 دقیقه بشینن توی جمع خودمونی صحبت کنن و اینا بردیم دیگه حالا جالب من تنخیش داشتم با یکی از صحبت می‌کردم میشونم حالا کار رادیو یا اینا میکنن من گفتم که حالا از نسبت نسبت به دو سال پیش که ما تازه شروع کرده بودیم پخش کنیم تعداد پادکست فارسی حالا خیلی زیاد شده تصاعدی داریم رو بالا و این به نظر من خیلی اتفاق خوبیه چون آره. حالا یه بار فرزاد به زیبایی اشاره کرد خودش هم نمیدونه آه آه. گفتش که خیلی به سلیقه آدما ربط داره که حالا مثلا چه پادکستی رو گوش میدن یعنی همین پادکست ما رو دوستای ما ممکنه گوش ندن هیچ گوش نمیده فقط روزینه آره واسه ممکن حال نکنه و این خیلی مطلب سلیقه‌ایه و همونطور که سلیقه آدم متفاوته باید پادکستایی هم که تولید میشه متفاوت باشه از مثلا دو سر تیفو بگیر از پرگار بگیر که به نظر من دیگه رسمی ترین و با ترین و حرفه‌ای تا حالا پادکست های دیگه باید باشه و تمام موضوعات رو کاور کنه مثلا سیاسی باشه فرهنگی اجتماعی مثلا یه چیزی مثل ما که از هر دری مثلا تا جایی که بشه صحبتی بکنه خیلی عمیق ممکنه نباشه ولی مثلا یه ایده رو میتونه معرفی بکنه. خراش بده و این خیلی خوبه این خیلی اتفاق خوبیه که تعداد پادکست ها زیاد میشه و اصلا کلا اتفاق مبارکه امروز به تو داشتم میگفتم که این شاید جز معدود کارهایی باشه که تکنولوژی های اخیر به زندگی آدم کمک کرده این ام. بود که نه به من نمیگفتی یادم نیست حالا به کی میگفتم ولی به بگو سب که حالا رادیو گوش دادن رو دوباره داره برمیگردونه به آدما چون وقتی تلویزیون اومد خب رادیو عملا شروع کرد که از کار بیفته و خیلی دیگه آدما راقب نبودن که رادیو گوش بدن تلویزیون هم خب خیلی اکتیو شما باید قطعا یه جا نشسته باشی چشمت درگیره مغزت درگیره ولی خب مثلا پادکست دوباره حالا برمیگرده به اون حالت رادیو شما تو هر وضعیتی میتونید پادکست گوش بدید مثلا من خودم موقع غذا درست کردم خیلی پادکست گوش میدم ببین کلا موقع هر کاری که فکر نمیخواد یعنی تو می‌تونی پادکست باز بستگی داره مثلا حالا پرگار رو خیلی اسمش رو اونو بخوای گوش داره. بدی فکر میخواد اسپانسر شدیم با پرگار سفت بشینید <laughs> کاربندا رو ببندید که قشنگ کامل متوجه چون خیلی سنگین و عمیقه ولی خب بالاخره خوبه دیگه شما میتونی به یه کار مثلا رانندگی داری میکنی نم حالا غذا میپزی ظرف هر کاری میکنی میتونی کنارش لذت ببری این چیزی که دوست داری زندگی خیلی خوبه هر چی بیشتر که زندگی های امروزی هم خیلی سریع داره همه اتفاق میفته همه توی چم هم یا تو ترافیک هنی دارن میدونن این ور اونور که حالا یه پیشرفتی بکنن برای همین پادکسته خیلی کمک میکنه تو چم توی جیم هستی واقع واقع میتونی دو تا کار رو در آن واحد انجام بدی دیگه این فقط یه حس تو از بین میبره شاید این پادکسته فقط حس شنواییته با بقیه حالا حسایی که داری میتونی کار بکنی برای همین خیلی خوبه جوروگن هم داشت میگفت میگفت چند روز پیشش میگفتش که ما به خاطر تعداد حالا که خارج در واقع زبان انگلیسی هستن که دیگه الان فکرم داره بیلیون میگذره دیگه اصلا بیلیون خیلی, خیلی زیاد الان ببین تمام هنرپیشه ها دارن پادکست میزنن تمام خواننده ها دارن پادکست میزنن کمدین ها که همه دارن اون اصلاً. که روجین فرستاده بود رویال فاملی چی بود اونم یکی داره پادکست میزنه آره یکی سلطنتی. یکی تو خانواده سلطنتی داره می و الان حالا آره. جالبش اینه که شرکت های مختلف هم دارن شروع میکنن پادکست خودشونو زدن مثلا من با چند تا از کسایی که کار میکنیم که شرکت تقریبا بزرگی هستن دارن پادکست های خودشون میزنن الان 700 هزار تا پادکست اکتیو وجود داره توی دنیا 700 هزار تا خیلی زیاده این های مختلفه دیگه احساس میکنم آره آره. و خب حالا خیلی چیز جا افتاده نیست توی زبان فارسی ولی داره بیشتر میشه و امیدواریم هر روز بیشتر هم بشه آره. شاید ما اصلا واقعا بتونیم با چند تاشون هم همکاری بکنیم حالا آره باید ببینیم که آره. کیا میتونن از راه دور با ما همکاری بکنن یا از راه نزدیک و باشیم میتونیم کار بکنیم حالا سیگه اتفاق مبارک از تورنتو برگشتی تورنتو چطور آره یه هو بحث عوض سگوی دادم <laughs> درسته بفهم تورنتو از تورنتو بگو خوب بود دیگه بعد از میخوای قبلش بگیم معلومه امروز اون چیه اصلا میخوای اصلا بس تو دیدن دیگه تو الان خب بگو میخوای بگو گفتیم نه بفتیم. آره بگو. یه مروری به همین تورنتو آقا بکنیم که چرا رفتن نه به مناسبت دو سالگی اصلش به مناسبت دو سالگی خود کسته میخوام یه مروری بکنیم رو اپیزودایی که تو این تو یک سال اخیر رفتیم و ببینیم خاطره ای چیزی اگه شما داشته باشین قبل و بعدش کامنت ها و اینا قبل و بعد و کامنت ها اگه آه آه حالا چیزی باشه بعدم یه سری سوال من آماده کردم آره حالا که ازتون بپرسن که بیشتر در مورد شما بدونیم بیشتر به خیلی مهمیش بعدم دوباره یه سری خبرهای ریز و کوچیک و باحال و اینا باحال و اینا خیلی خب تورنتو رو بگو اوپن اندده آره تورنت و هیچی دیگه جاتون خالی بعد از شیش هفت ماه سفر رفتم چند روزه بعد هم خانواده رو دیدم چند تا از از, از خانواده مهمون بودی <applause> آره مسخره بعد دوست دارم دیدم رفتیم روژین رو دیدیم اونجا سلام رو ایمان که نمیاد ایمان اصلا مسافرت نمیاد با ما, ما تنها مسافرتی که ما رفتیم یه دو روزه پارسال بود که خرچ واقعا گذاشت <applause> آره خیلی خوب بود بعد تورنتو هم با حال دیگه گرمای محید... زیاده ایرانی چی ایرانی زیاده نه به اندازه اینجا به نظر اذیت نکن اینجا به نظر اینجا خیلی بیشتر می‌بینی آره اینجا به بچه اونجا هم گفتم به نظر ایرانی خیلی بیشترن و خود تورنتو خیلی بزرگه خیلی آه. در مقایسه با بزرگتره و جمعیتش 6 میلیونه اینجا با مخلفات دو 6 هفته بعد اونجا تو ترافیک بودیم به مقدار زیادی حالا <applause> جالب من اوایل که اومده بودم ونکوور خیلی برام خلوتی اینجا سخت بود اصلا باورم نمیشد مگه میشه انقدر مثلا خیابونا خلوت باشن و ترافیک نباشه و و مثلا توی مالی چیزی میرفتی آدما خیلی ریلکس و آروم را میرفتم مثلا در مخم بود بعد یادم که اون اوایل من میگفتم اصلا من دلم برای ترافیک تهران تنگ شده که بری قشنگ یکی دو ساعت عمر تلف شو اینا بعد جالب حالا تو این چهار سالی که اینجا هم این سری که رفتم تورنتو برام اونجا سخت شده بود که هم ترافیک بود هم طول میکشی تو مثلا تحمل کنی آره تحملش سخت بود که مثلا یه جا میخواستی بری آد مثلا یکی رو ببینی مثلا چه دقیقه یه تو راه بودی ام. اینجا لا خوبیش که ما بچه ها خیلی متمرکز شدن یه نقطه ای از شهر خیلی نزدیکی مثلا دیگه یه رو بیست دقیقه هم هم دیگر پیدا میکنن ولی باز هنوز کارون دیر میرسه <سلام> اون, با اون که بستی شده <تصفح> <تصفح> ولی اونجا چیز بود اونجا هم فاصله ها زیاد بود همین که همه یه جا متمرکز نبودن But مثل سیدنی دیگه سیدنی هم خیلی شهر بزرگی یعنی واقعا مثلا من بعضی موقع میخواستم برم چند تا بچه رو ببینم ما هنوزم نزدیک به شهر محسوب میشیم یعنی جایی از اینکه خیلی دیگه شهر دورن مثلا با ماشین یه پنج دقیقه یه ساعتی راحت تو راهه ولی راه های هم هست ولی با پول بدین مثلا آه. داره اتوبان ها مثلا شما فکر کنید اتوبان رو میخواستی با پنج دلار میدادی آه. پنج دلار رفت پنج برگشت مثلا من حساب کرده بودم مثلا تونل های مختلف عوارزی داره پول ها عوارزی دارن هر کدومشون و مثلا از مثلا خونه ما میخواستیم بریم مثلا دانتان برگردیم مثلا یه 20 دلاری رفت 20 دلار برگشت آو. میفتدیم آقا بعد من یه تجربه که اونجا کردم نمیدونم شما چقدر تو این وضعیت بودید که تجربه کردیم یه خیلی خودجوش و غیر منتظره شروع میکنیم مثلا از یه شرایط لذت بردن شده مثلا از یه جمعی که یه جان ببخشید از یه جمعی که یه جا نشستی یا یه محیطی او حس کنی خیلی مثلا داره خوش میگذره و اونجا بمونی نه چقدر اتفاق افتاد نه من فقط همش میخوام برم <تصفح> <تصفح> همین منم هم همیشه حالا <تصفح> نه به شدت ولی خب معمولا آدم اینجوریه که خوبه خب که کار بعدی چی و الان مثلا اینجا کجا بریم و اینا این سری ما رفته بودیم حالا پشت بوم یه جایی بود <applause> رستوران بود داشتیم آفتاب می‌گرفت نه بعد یه ویو خیلی باحالی داشت مثلا این ورشون برج تورنتو و سی ان تاور بعد روبروت میخورد به اون دریاچه حالا اونتاریو و یه جزیره کوچیکی که هست خیلی ویو جالبی داشت درست بعد ما وایسی از عزیزان رفته بودیم اونجا نار خوردیم بعد که نار خوردیم جامون عوض کردیم اومدیم توی مثلا بالکن نشستیم که ویو دیگه خیلی بیشتر من یهو حس کردم خیلی داره خوش میگذره اصلا نمیخوام برم و مثلا انگار خیلی مدت زبان زیادی هم بود که حالا مثلا اونقدر ریلکس نبودم چون مثلا اینجایی همیشه مثلا یه کاری هست فردا و بری سر کار نمیدونم برای بالاخره دغدغه داری ولی اونجا چون مسافرت بود و من هیچ کاری هم نداشتم این حسه برام خیلی عجیب بود نمی مثلا درکش کنم <تصح> <تصح> چی داره میشه اینقدر خوش میگذره خلاصه ما اونجا هفت ساعت نشستیم یعنی ساعت زخم بستر چی میگه همین دیگه یعنی <applause> دلیل اینکه پا شدیم به خاطر دیر شدن نه به خاطر که زخم بستر گرفتیم و مجبور بودیم یعنی <applause> ما رفتیم ناهار رو بخوریم دیگه تا, تا شب بوندیم. تا شب اونجا بودیم خیلی خوش آره, خوش. خوش. آره ولی فکر کنم همینه که میگی شهر اصلیت نیست حالا آره. چون ما هم با همکارام میریم یه سریشون آمریکایی میان اینجا کار میکنن مثلا 4 روز در هفته بعد مثلا میریم همون یه رستوران مثلا با حال ویو اینا خوب اونا خیلی حال میکنن برای اینکه شهر خودشون آره اونا کار میکنن اینجا ولی بازم چون شهر خودشون نیست اون دغدغه دق چیز ندارن با ما لذت میبره ما همون سفری که کار میگه ما یه بار رفتیم خیلی اصلی برداشت یه یه رفتیم بولینگ بازی کردیم آره اونم, اونم ها اون اون آره اون جالب اینه فکر کنم نکته سفر رفتن اینه که ما بالاخره بعد 27 سال متوجه شدیم همین لحظه هاست یه چند تا این لحظه <applause> هم تو زندگیش داشته باشه <تصفيق> <تصفيق> تو اون سفر رفتیم بولینگ آره آه. یه شهر کلا صد نفر داشت توش. دیگه ما رفتیم یه جا پیدا کرد نه آره یه جا داشت که یه همبرگر خیلی خوب میداد و اون جالب بود آره خلاصه ایده سفر رفتن از اینجا میاد ظاهرا که پس تو هم رفتی و بچه دیدی و خانواده رو دیدی و مهمون بودی و اومدی مهمون بودیم خب تو هواپیما بهتون چی دادن از ونکوور تا تهران هیچ چی نه خیلی بده افتضاح واقعا ها... میدونه بق... هواپیمای کانادا دا. داخلیا فکر کنم دیگه بدتر از این میشه آمریکا چه ایر بود نه ولی فرق نداره چی نه یه چیز دیگه حالا فرق نداره بعطال از اینجا احتمال آمریکا چون اونا مثلا خیلی بعدا برخورد میکنن اینجا بعد حداقل برخورد نمیکنن ولی هواپیما که افتضاح خیلی کادو با قضا میده به خدا نه نمیده. هیچی چی نمیده یه دونه نمیده بابا چوب چور میده مثلا آره با مشابه آره مثلا امین. ما رفتیم تو پرواز یه مدل دیگه بود احتمالاً یا خیلی وقت پیش رفت نه ایمانی 17 آها اونجا نه داخلی هیچ وقت نمیدن بنده دفترم شایدم شایدم پولی بود آره پولیه و خیلی میان مثلا با چیز با این کارت میان با پول بدی مثلا غذا بخری خیلی بده یاد چیز افتادم ما از اصفهان پرواز ما تهران نیم ساعته و صبونه زیاد داده بودن و نمیدونم کیک و ساندیس خیلی زیاد بعد واقعا من فکر نمی نیم ساعت خیلی کمه نیم ساعت بعد همین با بغلیمون اومدیم شیم سلام علیک گفتم تاون نشد ازن نخورده بودم هنوز اونو یه هوردیم بیرون خوردیم من یادم میاد، ما اینو رفت من شیراز بودم ما واسه بیایم تهران یه بازی والیبال بود و اینا میخواستیم این بازی رو ببینیم و از اونورا من خواستم بیام برگردم کانادا بعد ساعت مثلا پرواز ساعت مثلا 11 شب بود 11 شب, بود. یا شب بود که دیگه به هیچ وعده قضایی نزدیک نیست دیگه آقا باقالی پلو داده بودن حالا من به باقالی حساس تو <applause> هوا پیما بعد خند ببین واقعا یکی از بهترین آدم اکسپرینس هایی که میتونه داشته باشه سوار هاپی ما ایران شدنه جالبه مردم خنده اصلا یورو برش مهم نیست و تا پرواز گوشیشو برمیداره چی رو زنگ زده یا الان در ارتفاع هزار پایی هستیم <applause> آنتن نمیده خیلی باحال بود یعنی من با اینکه تحت شرایط خیلی بدی بودم چون هر لحظه ممکن بود این حساسیت بزنه بالا و خون بالا بیارم ولی خیلی خوش گذشت ما نشسته بودیم بگم دیگه زشته ولی حرکت یارو مرده بودم خنده <applause> هنوز هواپیما بلند نشده بود یه یعنی سرم گرم بود و اینا <applause> این مهمان داشت میومد خلاصی خانم شام چی داریم این <تصفح> <تصفح> مرده بودم حرف یارو که خانم شام چی داریم چی دیگه خانم میذار خندید و بفرمید تو بریم قسمت بعدی ببینیم اپیزود ها رو میخوای من لیست اپیزود رو میذارم حالا با هم ببینیم که لیست نه نوشته اونجا چند تا رو آره یک یک کدومش که مال اولای سیزن آخری سیزن آخر مت... سیزن قبل س و اولای این سیزن بود 143 بود که در مورد میخوام پیداش کنم بالا سمت راست آها کاش مردم میدونستن آها اون اپیزودی که من شدم توش آره این اپیزود خیلی چیز شد آره این خیلی کامنت گرفت و دوست داشتن خانوما ما آره، به خصوص که آره اکثر اینجوری بود که خیلی خوب بود و اینا و در ادامه چرا ایمان نمیذاش کارو نرف بزنه واقعا چرا نمیذاره بله دیگه بعد اون خیلی ریخت خب من اونجا گفتم چون که ما هیچ جوری نمیتونیم این اپیزودا رو در واقع دستبندی بکنیم که آره ایما فقط نگرده بچه های زیر 18 بود که اینو که <تصفح> واقعا هم وجود داشت نداشت <تصفح> من خودم 15 نگرده. سالم بود روی ایمیل ها میگفتم آره من 18 آره بابا چطور ما یادتون چند <بارا>؟ این کار اشتباه که دیگه نمیتونید توی توجیه کنید که کار اشتباه کار اشتباهه آره حالا اولش داشتیم میگفتیم ما هیچ وقت لفظ نیومده بودیم ولی مفهوم اومده بودیم این بود این اولین جایی بود که ما خیلی پرخطر ظاهر شدیم و دیگه رو... ریختی و... بیرون دیگه هر چی بودی که مردا چی میخوان و زنا چی میخوان و اینا دیگه آره. همه رو اتفاقا برعکسش ها هیچ موقع هنوز وقت اش... نشده بریم واقعا پیدا نکردیم آدمی که برعکسش رو بگه چیا میخوایم خ... خود... یه سری خانم میخوایم و... یه سری نه یه نفر یه باشه نفر که این تحقیقی که ما انجام دادیم از انجام بده و ایشون بگه من احساس میکنم اینو هم مردا برن و یعنی ما تو اشتباه رفتی اینو نه دیگه نه. نه اتفاقا جالبه تو وقتی مخالف جنس مخالفی بری پیدا کنی ببینی طرف چی میخواد این جالبه و اگه درست باشه که تو این اپیزود طبق فیدبک هایی که ما گرفتیم همه درست, همه شو درست, همشو درست. همشو درست, درست, درست رو درست گفته بودیم خ... از خ... پشت خ... بیا بقیل هم اینا آره <تصفح> تو اونو یادتون <تصفح> ولی آره اون جالب بود دیگه خیلی نقطه عطف اپیزود نقطه عطف صدا خب یه سری مصاحبه ای که با مهیاد داشتیم اپلای خیلی خوب بود اطلاعات خوبی داد آره اونم چیز دیگه درد مشترک خیلی از شاید حالا از روز با یکی بچه صحبت میکردم تو ایران میگفتش که آره دیگه الان همه میخوان اپلای کنن و حالا ناراحت کننده است این قضیه آره. ولی بالاخره اون اپیزود کاربردی بود یعنی چیزی بود که به درد خورد حالا این لیستی که <coughs> ببخشید این لیستی که فرزاد میخونه در واقع اون اپیزودایی که بیشتر بازخورده ما مثبت گرفتیم و دلیلش هم به نظرم فقط یه چیزه اونم اینه که تو زندگی همه کاربرد داره یعنی همه بالاخره به نحوی باهاش سر کله میزنن مثلا ما راجع به پاپولیسم صحبت کنیم شاید حالا خیلی اهمیت ندن مفهوم جالبیه ولی لزوما همه باهاش سر کله نمیزنن ولی مثلا اون 143 بالاخره هر مردی باید بدونه و برای <applause> ما اندازه هم باش سر مثلا اپلای یه چیزیه که خیلی رایجه حالا <تصفح> آره اپلای دم معهد گم واقعا اومد و کلی هم در با روی خودش. این کارو شیر کردی بله هست خود حالا من اینو بگم خود معهدم امروز صبح دیدم لینک ها لینک های چیز خودش رو روی اینستاگرام خودش گذاشته بود همه رو اگر که دوست دارید اپلای پل نتورک دیگه اپلای پل نتورک آره اپیزود دیگه این بود که کنم ایمان اینو رفت ما رو باور نکن و در آره. مورد و اینا بوده بگم بگم چی شد که ما این رفت این صحبت کردم ای حالا من یه سوتی هم دادم توش که بعدش هم گفتم در مورد این بود که آدما مثلا حالا شاید نمیدونم واقعا توی فرهنگ های دیگه هست یا نیست ولی خب توی فرهنگ ایرانی ها این که مردم میگن خیلی کارورد داره که مثلا میگن فلانی گفته که مثلا چون میدونم فلان رژیم غذایی بگیری خوبه دیگه مثلا فلانی گفته که مثلا فلان کارو بکنی پولدار میشین مثلا و... چای نخوری آره مثلا آه. قند میسوزه ولی خب ما نمیریم واقعا در بخونیم و به همین که میگن اکتفا میکنیم و خب بر منم زیاد بود منم زیاد شنیده بودم و من خودم خیلی از این کارا کردم که مثلا یکی میگه و من مثلا اون کار انجام دادم برای همین گفتم که بیایم از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم حتی حرفایی که ما خود ما میزنیم و زیاد مثلا مردم ملاک قرار ندن واقعا و مثلا میدونن همون دیگه یعنی ملاک قرار ندن و برن اول عبر در موردش تحقیق بکنن و بعدا حرف یه نفر رو قبول بکنن اینطور شد که آره. من رفتم و من هم... توش یه سوتی دادم که گفتم که آمینو اسید تو چربیه ولی تو پروتئینه بیلدینگ بلاک آره بکبون نه همین, همین خب اپیزود های آخری که در مورد مغز و اینا بودم خوب بوده آره اینکه اینا رو رفتیم متمرکز شدیم رو مغز چی شد که کلا مغز رو دیگه ول نکردید سه اپیزود ایما ایمان شروع کرد آره ایمان دبیش. گفتش راجب اینکه چرا خاطرات بعد و اینا رو بیشتر یادمون میاد آره بعد من توی یکی از اپیزودهایی که رفتیم حالا یه جا اشاره کرده بودم که تأثیری که مثلا کوکائین روی مغز داره مثل تاثیر عشقه با. اینو ما راجبش یه اشاره کردیم بعد اون طرف میگفت آره یه تحقیقی که اینو نشونه نمیدونم چی شد با داشتم فکر میکردم که موضوع چی برم و اینا یهو یاد این افتادی یهو گفتم بذار رابطه یه سری چیزهای مختلف و اینا رو با هم بگیم بعد یاد این جمله افتادم که تو ذهنم بود و گفتیم که عشق و کوکائین و مغز مثلا را جای صحبت کنیم و رفتم اون تتاک اصلیه رو پیدا کردم که بسیار جالب بود و برای خود منم جالب بود دیگه چون به قول مینا خوبه که آدم مثلا بدون چه اتفاقی داره براش میافته آگاهی داشته باشه مثلا مینو سلام آره مینو سلام که شما مثلا از یکی خوشت میاد یا تو رابطه یا با هم زدی یا اینا چه اتفاقی داره تو بدنت میفته برای چون حس کشش رو داری و مغزت شش. در واقع آره چه بازی رو داره با تو انجام میده و جالب حالا ما اون اپیزودی که رفتیم یه سری مسیج برام اومد که اکثرا تازه با هم زده بودن و آره. شاکی بودن تا نحوی تا حدی که چرا به هم زدن از مدلی که باهاشون به هم زده شده ادبیاتی که اونور به کار برده و یه سری هم میگفتن مثلا ما الان خیلی نوسانات روحی داریم ما اینا ولی میگذره دیگه اونجا که تو اون اپیزود گفتیم فرق روی کوکاین بودن با روی عشق بودن اینه که اون خیلی غلیظه و شما اعتیاد همیشه بهش میمونه ولی این عشق بالاخره به زبان زمان کمرنگ میشه و میره. میره جالبش این بود که من گوش میدادم اپیزودا رو خودم به هم زدم <تصفيق> نه <تصفيق> مثلا جوری که تو چون من فیزیولوژی خوندم بعد مثلا دونه دونه این پاتوی ها رو خوندیم که آره مثلا چی میشه اینطوری ولی تو یه طوری توضیح میدادی که حالا کسی هم که ندونه خوب میتونه بفهمه نه خواهش بود. اینم یه تعریفی که ازت کردم اینجا که خوب توضیح دادی خب من خودم یه غلطی نگفتیم ما نه 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 خیلی مفهومی بود درست. خوب بود آره تک... به قبل... جز این که تکنیکال بشه خوب یه اپیزود بود فکر کنم ایمان اینو رفت مردم داری نه. تو ایمان فکر کنم این اپیزوده کارونیه پیپل سکیلو من رفتم آره. پس یه چیز دیگه بود که اولای این سیزن ما رفتیم ایمان, ایمان ولی ایمان اونجا نشست بودیم یا اوه پس اینم دوباره این ما سیزن, سیزن ما اینجا نشسته آره آره, آره. من هم. ولی اون یه اپیزودی بود که اون ور نشسته بودیم من خودم استفاده کردم یه جمله ای ایمان دوباره نمی‌دونم <تصفح> <اگه صافه> <تصفح> کدوم تو فکر کنم فکر کنم اگه صافی که دادم مال کارونه میگفت مثلا تو کار و اینا یا حالا تو زندگی و اینا اگه میخواید توی میتینگ این توی هر هستین می‌خواید اون تصمیمی که خودتون دوست دارین اجرا بشه قارونه. یه طوری بکنین که اون طرف بگی از زبان اون اصلا اون بشه و جالبیش اینه من حالا این تو ذهن بود و اینا ولی همین هفته پیش توی تو سر کار یه بده بسونی داشتیم که آقا سر ددلاین و اینا اون میگفت اگه من این کار رو بکنم چی میشه اگه شما اینو به من میدین و اینا بعد من به یه سمتی بردم که اون طرف خودش بگی که این کار رو بکنی خیلی حال داد بعد من نشستم هم اون کناری همینطوری، همینطوری خودش گفت ببینید چیزایی که اون کار بود آره این برسه خیل اون خیلی خوبه دیل کارنگی بود آره این دیگه اپیزودی شما آرت و آرتیست هم خوب بود آرت و آرتیست هم بعد نبود داره در فرهاد اینجا بود آره تطلو صحبت کرد خیلی از تطلو پشتیبانی آه بعد میکرد بعد کنسرتش بود من پشتیبانی کردم فرهاد پشتیبانی میکرد آها آه نه ولی خب برحال فرهاد داره پشتیبانی. هر چی رو بهش بدی پشتیبانی میکنه آخریم بود بعدش هم با راجع مغز رفتیم راجع آمیزش و مغز سمفونیه عصبی که من این دفعه مخالفت نکردم و سکوت ای کردم ایمان بک و باز آه... من بگم <applause> من, دل... <بیان. تصفيق> من گفته بودن که سکوت ایمان مساق سکوت مادر پدر هست ایران در قبال آمیزش نیاز جنسی نگفتن آقا من وقتی دموزی نمیدونم برای چی بیام حرف بزنم من گذاشتم کسی صحبت بکنه گرفت روش تحقیق کرده و گذاشتم که نه ایمان چشش ترسیده بود گفت یه چیزی بگه دوباره یه حجمه ای را میفته علیهش حجمه دیگه چی؟ خوبه سکوت کامنت اومده بود گفتی کامنت رو بگین این را چون یکی توی یوتیوب زده بود چی بود؟ فرزاد آخر آخر کامنت آخر آخری است برو بالا آها گفته بودن که حالا مرسی نقل قولاتون خوب بود و اینا دو تا نکته اونم هیچی اگه تو ایران بودید نیاز جنسی بچه 17 18 سالتون چه جوری جواب میدادین اینو کارون بعد بگید من اینو گفتم اونجا اولا <تصفیرت> که ما اگه جواب همه سوالا رو بلد بودیم که من اینجا نمی نشست کجا میشستی یه جوری این بار میرفت با جورگن پادکست میشد این یک جوری که من گفتم شما که خیز برداشتید مادر و پدر بشید قبل از وقوع حادثه به این چیزا فکر کنید آره حادثه آره بچه رو حادثه ختم کن قبل از انجام فعل به این چیزا باید فکر کنید و جواب داشته باشید به و اگر 18 سال بعد یارو فکر کنه بله بچه, بچه دار میشه طرف به این فکر میکنه که آیا حقوق من کافیه که بهش غذا بدم جا خواب بدم اینا رو باید فکر کنید دیگه no. اینا رو فکر کنید جواب داشتید اقدام کنید موقف... جواب نداشتید دست فقط نگه... دوپامین دست نگه دارید تا وقتی که جواب به خوب حاصل شد خب اینطوری اگه بشه صدی هزار جمعیت کره زمین صفر میشه نه صفر نمیشه حالا که همینجوری ما داریم میتره کنیم زمین رو خیلی ضرورتی نداره انقدر جمعیت زیاد باشه بعد این که بعد نیست دیگه خوبه که جواب این سالا باشه تو ذهنتون دیگه چی داری برامون؟ دیگه در مورد اپیزود ها دیگه نداریم دیگه آه نه. یه چیزی هم بگم بفرمید بلد. حالا اینا که دوباره خیز برداشتن برای مادر پدرشون چیز خوب دیگه ای هم که بهش میشه فکر کرد که اگه بچهتون هم جنس گره شد شما چه برخوردی باش میکنید اینم آماده داشته باشید اینو در موردش قبلا نا فکر کنم حرف زده آره برنی. ولی تو دوباره تو تو فرحال فرحال هفته هم هم یه بار میگیم <تصف> آره به فکر کنید به فکر کنید دیگه نیست بهش فکر کنم بس همین دو تا فعلا این دو رو شما فکر کنید تا هفته دیگه بعدا جوابش رو میپرسیم دیگه چی گرمتونه نه نه تیشرت <applause> آها تیشرت رو میگیم آخرش میگیم اه... که اونایی که واقعا گوش آره میدن میگیرن خب اه... دیگه اپیزود بس. بس آره حاجی آره قسمت بعدی گفته بودیم که آها. یه سری سوال من بیارم بذارم اینجا از شما بپرسم بپرسید که بیشتر باشید با تو آشنا وارد یه رابطه دیگه ای بشیم بشن. و شروع میکنیم منم این سوالا رو فکر خودم نوشتم اینا واقعا نه فکر نمی‌کردم همبل ترین راه گوگل رو انتخاب کردم و سعی کردیم سه سوال رو هایلایت کنیم با. سوال اول که سلبریتی کراشتون کیه؟ ایمان جان شما برو یه دونه you... بگیدی حالا اگه بیزیش بیشترم هم هست بگید <تصفح> <تصفح> من بگم اولیش که خب عرق... سوگنده دیگه سوگن سلام کدوم سوگن <تضح> خانم خواننده خانم خواننده سوگن واقعا میدونی که اصفهانی خیلی خوبه بچه اصفهانه و من میتونم این برنامه رو اوکی کنم <تضح Alabama> <تضح> 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 این بوله بی خود من میشناسم می این جمله رو خیلی من میشناسم که واسه اما تو ایران شیده بودم مثلا یه رفع گفته آره توی اسنب گرفته بودم بعد مثلا طرف من میبرد اینجا اونا صحبت شده اینا بعد این فهمید که مثلا من هیچ جا رو بلد نیستم من گفت چرا بلد نیستی من اینجا زندگی نمیکنم بعد شما نمیتونی اوکی کنی ما بیان او اوکی کنی ما بیان که آره. به قرآن اگه از دستم بر بیاد انجام ولی واقعا اینطوری نیست حالا شاید اوکی کرد آره ولی آره. آره. سوگند هر کی تونست اوکی کنه که بیاد خود کس دستشون درد نکنه واقعا بردیم قبلا یه کراش عجیبی هم رو ریانا داشتم ولی خب الان خوبه. خیلی چیز شدن. خیلی زنانه شدن دیگه. به سند شما نمیخوام. آره حازم. ولی خب برای زمان خودش خوب. کارنتو چی؟ ببین من ریکولد کیت من زن. نه. ماریا کریا من خیلی دوست داشتم. اوکی. ماریا کریا میتونی من نشون بدی؟ چون خیلی حجیم بودن. هجیم بودن؟ قوی. من خیلی قوی علاقه دارم. خب بذار بیاره. بچه که بودم خیلی علاقه داشتم شونه شونه په زیادم سن نداره نه؟ نه زیاده چند گفتم بهتون؟ آها شست و نوبره ازان اصلا هفتاد هم... اور اصلا پنجاه سالشونه چیزشون اصلا معلوم نیست خوب بودن آره خوب این بچه دید. یه دیگه حدیث میرامینی ایرانی حدیث دید. میرامینی پیار این خیلی به نظر من قیافه شیرینی داشتنشون این دریا بود نمیدونم کی بود مگه یه سریال بازی نمی کرد دریا اولین عشق من بود نه, بود. من دریا... من رو یا... نه، بود تو شمال بودن و اینا یه سریال نه. شمال... او نه بابا ای ای اون نیست اون نه اون یه چیز دیگه بود خیلی خوب خانم اینا رو هر کی میتونه هنوز... بیار خود که کس. کسی اوکی میتونه بکنه نه شما اعتباد بله هنوز اینا کاش داری هنوز رو اینا کراش داری رو این دوتا رو حدیث داره خیلی قیافه به از من شیرین و پس بزا اوکیش کنم برای <تصفح> خیلی شیرین و دلنشینه به چیچ خاص نیست دارم مثلا من از اینایی که خیلی خوش که همه دوست دارم و اصلا دوست ندارم ش... خاصوست آره خاص خاص شیرین جالب بود سوال بعدی اینه که به چه چیزی از ده ده میدید اگه بخواید نمره بدید به نمیدونم هر چیزی میتونه باشه دهی چیز ده ده؟ خیلی خوب نه من ده, ده. من خیلی راضیم من ده راحت ده من ده. ده ده. به قضا که میرسه خیلی سخت میشه قضا رو من فقط یه جور ده دادم تو زندگیم چه چیزی من از ده ده میدم تو بگو نمیدونم خیلی سوره بازیه به یه دونه که میگیم آها من یه رستوران هست اینجا من بهش ده دادم جدی؟ آره حیوه. بریم پس آره. رفتیم چیز آره. به دختر پس... <تصفح> پسرا به دخترام از ده عدد میدن من اصلا بحصن... با... <تصفح> 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 با بود ای آره ایده. دو... ولی این یه بزرگی میگه که اصلا ده نباید بدی وقتی پسرا دارن دختر رو ریت میکنن میگن همیشه باید اون ده بذاری اینکه دنبالش بدوی نه نه آخه ده بدی دیگه کار از نمیتونی ده چرا تمامه دیگه تو دنبال رستوران دیگه نمیری خیلی ده میتونی بدی دیگه شما های مختلف غذاهای دیگه رو نمیتونی تا نه مثلا هشتاد و نه اینا بیا یه بالا در از اون هستن قطع خطوط قرمز کارون اصلا ماشین آلمانی شاید بگم ولی نه اونم مشکل داره نمیشه با خاطر ماشین ایما ماشین ایما داره هر چیزی مشکلی داره خب اون موقع ای میدیم اصولا دیر میرسید به قرارتون یا زود اصلا <تصفح> دیگه این سوالش دیگه واضح و برهنه که من همیشه زود میرسم و ایشون من عادتم هر جا میرم دیر میرسم خب تو می تو چه کاری خیلی بدی کاری یدی من کاری که خیلی فوکس بالا میخواد برای زمان طولانی مدت خیلی بدم Okay. من اتنشن اسپنم خیلی الان اومده پایینه مثلا بعد دور برم ما... دور بزنم بگو چی دیگه مثلا لولای در رو نمیتونید درست کنید اون دولای در دیگه کار گفتی طولانی یعنی... نیست نه کاری که مثلا مثلا چرا نمیتونم آیفون رو باز کنم آه، آه، کاری نیست نیستونم کاری که فوکس خیلی زیاد داشته باشه من رابطه با بچه ها خیلی دیدی بعضی با, با بچه خوب هم مثلا گوگولی مگولیش بکنم آخ اصلا نه من هم نمیتونم اصلا حالا جالبیش نیم من خوشک میرم جلوش وای میسم من به خصوص مثلا ما وقت من 15 سالم بود اومدیم کانادا اینا دیگه یاد نگرفتیم که مثلا انگلیسی حرف زدن با بچه چجوری حرف بزنیم و آره مثلا بچه میبینم بعد انگلیسی هیچ اینه ای ای مثلا آدم بزرگ باش حرف بزنم چیبه... من فارسی میکنم فارسی ببینم برام نه چرا من فارسی بلدم چون مثلا پسر خالام کوچیک بوده اینا یا بوده نه مثلا منم که میگم میتونم مثلا شب 15 ثانیه حساب میشی چطوری بعد تمام دیگه معذب میشم دست آقا ورزش میکنی شما الکل یا آره با بازی کنیم <تصفح> یه تکونی به میدیم تو که جیم میری کارو آره <تصفح> من جیم میرم نسخه جیم تو هم خیلی کیک باکسینگ و من کیک باکسینگ دویدن و اینا دویدن الان گوشتم کنار دیگه فوتبال یکی از اینو مراد دیدنم گفت و فوتبال مراد جون سلام نه بعد از چی جان میشه مهرادی کسی نمیتونه اوکی کنه بیا من بعد از اینکه ماراتون رو دویدم اصلا دیگه آدم چی برای خودش بذاره دیگه ماراتون رو دویدیم دیگه آره دیگه همینه به اونجا ده از ده که بدی دیگه انگیزت رفته واقعا تو ذهن آدم اون حالا به خصوص ماراتون واقعا ده تو ذهنه آره دیگه وقتی تموم شد دیگه مدارش آویزون کردم اونجا هر موقع کار سخت میشه میگم اینو ببین آره آقا نوشیدنی مورد علاقتون چیه <تصفيق> دلستره <applause> بدون تر آبجو آبجو آره آبجو, آبجو خاصی هست یا کلن آبجو <applause> آی پی ای که <applause> <applause> <آخ. كه> میشه ایندین پیل ای تو چی؟ فرق نمی کنه تو هم همینه آره آبجو خوشه دیگه بقیهش دیگه با خداست جالبه چی جالبه؟ <applause> فکر نمی کردم <applause> نه خیلی خوبه به نظرم ام... یه... یه هنری که دوست دارید یاد بگیرید یا کاری که دوست دارید یاد بگیرید چیه هنر هنر نه مثلا یه مهارت مهارت باش اگر چیزی نیست من دوست دارم محارت. زبانهای مختلف رو صحبت کنم بله فرانسوی آلمانی چینی ژاپنی همه رو بلد باشم بردم سیلو پل. من دیدی بعضی‌ها آشپزی میکنن بعد خروجی کار خیلی خوشگل میشه. <applause> مثلا رستوران گیرونا رو که بری دیدی مثلا یه بشخواب خیلی بزرگ میاره میذاره جلو کف این بشخواب یه سری رده که اون رده مثلا یارو سه ساعت برای توضیح میده مثلا این سس فلان با ده ده. این قاطی شده روش مثلا اینجوری خب من مثلا این دیتیل که هیچ مهم نیست فقط غذا انرژی بده کافی بعد خیلی ارائه خوبی هم داره غذا <applause> مثلا خوشگل یه تیکه گوشت انقدری مثلا با یه دونه مثلا یه سبزی بینید خیلی زیبا یکی هست. از بچه ها توی رستوران کار میکرد اینجا و اون حالا توی در واقع قسمت آشپزیش بود میگفت که اصلا که خوشگل می‌کنه، اصلا جوابشون متفاوته یعنی همون کسی که مثلا میپزه اونو خوشگل نمیکنه یه خیلی هنرمند وایس اونجا داره سس ظاهر رو به غذا دادن رو یاد بگیرم بلد نیست زشت ترین غذا رو مهم نیست دارم. ما فقط <applause> می چرا بگم چرا ما نداریم اینو چون که ایرانی ها مثلا خورشو و برنج دیگه زشت واقعا <applause> مثلا قرمه سبزی زشتترین ترین غذا ممکن است خوشمزه ترین ولی واقعا به خارج بدی میترسه آره دیگه <applause> یعنی ماسیده اون مثلا هیچ وقت مثلا خیلی اوج دیگه مثلا تزیینات ما یکی رو شله زرد یکی هم روی چیز آش و مثلا میرزا قاسمی و مثلا اینجور چیز هاست رو علاوی هم خیاشور مذاری چیز هم تورپچه هم میزن قرمز مثلا خب. ولی آره اون تزین رو من اگه بتونم دیگه خب بشنگه دیگه همه مشکلات ترجمه تزین رو قضا آره دیگه آقا وبسایت و یا وبسایت هایی که زیاد میرید حالا در روز در هفته چی اگر بتونید بگید چی؟ من الان جدیدن یه شروع کردم دوره خیلی جدی جوروگن نه بازی کردن و اوه. تو این بازی ها مثلا یه سری تروفی وجود داره یه سری اگه کارا رو مثلا انجام بدین یه مثلا افتخار. آره یه چیزی مثلا یه جایزه ای بهتون میدن و بعضی از این وبسایت ها هستن که اونا رو نوشتن که چی کارا باید بکنیم برای همین یه چیز هست یه گیم هستن بازی میکنم میخوام اونو انجامش بدم خیلی روی اون وبسایت چیز هم اسمش از پی تروفیز پی آره. شما من دو تا ورزش سه و کورا آره ورزش سه, <تصفح>. <چیزه>. <تصفح>. ورزش سه اینا رو ما همیشه از چند سال ولی من الان دیگه فوتبال بد نیوز و ورزش سه واقعا چیز کردم جوابش <تصفح>. آه... کردم آه... ورزش سه من صفحه اول روزنامه ها رو می روزنامه ورزش آره اونم سر کار بعد نهار معمولا اونو رو خونم تا حالا جون کسی یا نجات دادید؟ نجات دادی؟ من شخصا نه ولی غیر شخصی چی؟ بودم توی موقعی که جونه ای که نجات دادم جدی؟ ما شیراز بودیم بعد داشتیم میرفتیم ایدم بود داشتیم میرفتیم یه مهمونی کنم اینو قبلا این بار گفتم ما فکرون ترافیک هم بود مثلا چیز بازم نبود جاده بازم نبود که مثلا آدم میتونن سرعت برن ما این ور خیابون بودیم اون ور خیابون یه چیز بود ایستگاه اتوبوس بود و دیدی که ایستگاه اتوبوس ایران مردم مثلا میان تو خیابون وای میسن یه پرایدی اومد زد مثلا 15 تا رو کند برد آره و خب خیلی ها بعضی ها تونستن مثلا فقط افتادن این ور و اینا ولی بعضیا بودن که خیلی حالشون بد بود ما یکی از این کسایی که حالشون خیلی بد بود و بابای من کمک کردن و آوردیم و مثلا همه لباس شیک مثلا مهمونی عید و مثلا این خانومه مثلا دختره بچه هم بود زیاد سنی هم نداشت خونی. مثلا خونین و مالین و اینا یکی از خیلی صحنهایی که هیچ مثلا واقعا میگن تراماتایز میکنه آدم و مثلا مغز آدم و دیگه مثلا ازش بیرون نمیره همینه که این دختره اومده بود و مثلا این صدای خیلی بدی میداد تنفسش یعنی معلوم بود که خیلی وضعیت بدی داره و ما این رسونیم بیمارستان دیگه بعدش من از با اون پرسیدم که چی شد و اینا مثل این گفتن به ما گفتن که جون سالم به در برده ولی خب نمیدونم دیگه واقعیتش دلوقت نه, نه خب اون مثلا نمیخواست من بفهمم که میدونی خواست من رو اگه این بوده لطفا الان بهش خب چی؟ من از مرگی نه ولی دو بار ما کوه بودیم بچه ها در شرف پرت شدن بودند هم. مثلا پرت میشد تا یه دست و پای میشکست یه دورش که یه لای صخره و اینا بودیم یه که بچه ها داشت میرفت من دستشو گرفتم نرفت یکی دیگه هم یه جایی که خیلی دور گرفته بود همشه سر پایینه با دور زیاد داشت من این کو پیچید این حواسش نبود داشت میرفت اینجوری من ناخداگاه یا رو گرفتم نرفت ولی درد مرگ نبود درد دست و پا بود <applause> یه دو تا سوال هم یعنی بپرسیم ببینیم چی میشه بفهم به چیزی ام... ایتیاد, ایتیاد یا نه؟ دارید یا نه ایتیاد داری؟ ایتیاد؟ ببین این جیم رفتن رو یه تا حدی من فرزاد میگفتم هفته پیش که من مسافرت بودم نرفتم انقدر الان ناراحتم یه بازو بگی برامون خیلی حس بدیه اون اعتیاد اونجوریه تو چی؟ من اعتیاد من خیلی چیزه دوره ایه مثلا خب یه مدت واقعا من به قلیون اعتیاد داشتم اگه بخوام بدونید بعد رفت بعد مثلا به قهوه خیلی اعتیاد زیاد داشتم مثلا من روزی 6-7 تا لیوان قهوه میخوردم و خب خیلی هم سر کار ما خیلی راحت بود دیگه فرد میزهی دکمه شو دو قهوه پس میداد و همون هم مثلا حسن و سمیرم قهوه میخوردیم الان از اول ماه آگست هیچی نخوردم ایان. قهوه از اول دیگه هم سه چهار روز قبل یعنی تا آخر جولای تا الان هیچی نخوردم و دارم میذارم کنار دیگه من خیلی سریع معتاد میشم به چیزای مختلف دو میشم آره جالبه تو ولی میتونم آره من خیلی چی میگم اکستریمیستم خیلی افراطی افراطی جالبه به نظر من جالبه تا جلو آینه بودید و ووز کردن رو تمرین کنید نه <laughs> نه دست داشتیم چیه نکردیم از اون زیر نام نرسیدم چی کاری بکنم آقا من برای تمرین کنم یه سال و یه کاری که قبلا انجام دادید و دیگه میدونید اصلا اون کار رو دیگه نمی کنید هر اتفاقی هم یفته اینقدر بد بوده مثلا این کار سوتر میپرسی فکر کنیم راجعه دیگه ببین بعد الان هست قطعا که دیگه انجام ندم نمیدونم واقعا ها نه کاری من کاری که من قابل... یه بار تصمیم تصمیم گرفتم استرالیا من ماشین داشتم یه ماشین خب خیلی قدیمی بود و تصمیم گرفتم که خودم ظاهر توش رو درست کنم و مثلا رنگ کنم و اینا به کسافت کشتن اون ماشین و دیگه <applause> میکنم هیچ وقت دیگه خودم دست به کار مکانیکی بزنم کاری که واقعا بلد نیستم و انجام نمیدم دیگه جالب بود نه من الان چیزی بزنم okay. بوده خیلی کاره خیلی خوب بازم داری سوال سوال خیلی زیاده نمیدونم دوست داری دو یه سوال آره شو. یه کمی داره چون چند تا خبره کوچیک آره برو خبرها رو بگو ببینیم که اه... خبرها خیلی یه خبر جالب. بود که خیلی لوکاله در مورد ونکوور هفته آره. پیش ما چند تا حالا کوهای زیادی داریم دور اتو به ونکوور ولی آره. که تلکابین داره آره چند که تلکابین داره یکی از این کوها تلکابینش کلا ساعت 4 صبح اون که اومده کرده با سیمچین اومدن افتادن به جونش و داستان شد تو, تو بیشتر فکر ای... کنم میدونی من عاشق اونجا هم اینجایی که فرزاد میگه اسمش سی تو سکایه. تو راه ویسلره اگه دوستان اومدن آره آه. از دم آب شروع میشه میره به آسمون واقعا بعد یه ویوی خیلی نابی داره پشت رو که برمیگردی نگاه کنی حالا به یه بخشی از اقیانوس میخوره این ورش هم که کوه بعد هر موقع سالم برید یه زیبایی خاصی داره مثلا تابستون رو اینا برید که خب کل ویو رو میبینید من یه بار زمستون رفتم خیلی هم زمستون نبود بهار بود مه بود کامل <متضح> از یه <دیجای> به <ببنط> بعد <متضح> تلکابین میرفت هیچ جا رو نمیبینی کامل دورت سفید بودم خیلی باله آره جاش خیلی بالا حالا اتفاقی که افتاده خیلی عجیبه چون که قطر این کابلی که این تلکابینا بهش وصلن مثلا شاید حالا عدد شاید خیلی قطوره هست خیلی قویه. مثلا... آره و اینو با هر چیزی نمیشه مثلا بریدش و اینو اومدن فرت بریدن و مثلا از این تلکاب... تلکابین تلکا پایین حالا خدا کسی توش نبوده ولی خب یارو صبح خارج از آره مثلا جای دیگه هم اتفاق میفته دیگه مثلا اگه تو ایران بود میگفتن فقط تو ایرانه ولی اینو اینجا, م... اینجا شده مو کیارو اومد <تصفح> چند رفت آره. و گفتن که تا بهار سال دیگه طول میکشه بخواین تعمیرش کنن یه سری خبرم اومده که اینار خودشون کردن که بعد تو بیمه مثلا پول بگیرن از بیمه همیشه هست و... هر همیشه آتیش این... سوزی خراب کاری باشه یک ایده اولیه خودشون زدن که بیمه پول بگیرن. آره. میتونه ولی باور نمیتونم بکنم که خب. چهار تا عروسی کنسل شده چون جنبالا. بالا گرفته بودن او خب آره اون بالا عروسی هم میگه من زیاد دیده بودم آره. یه رستوران خوب بالا داشته ما مامانمون سه تا بلیت چیز داشتن که برن رزمون رستوران حالا نمیدونیم چی میشه واقعا یه ایمیل بزنید بهشون یه ایمیل بزنید به, ای به اینکه ما این کوپن امیدوارم که نسوخته عکس یکی از عکسای خودکاست هم اون بالا آره؟ گرفتیم آره آره ای بابا اونی که ما معنا فرار دعوا میکنید دعوا میکنی؟ آره دعوا نمیکنی؟ حالا پشتش یه آسمون آبی ها اونو اونجا گرفتیم بله دیگه چی؟ خبر بعد اینه که پارسال آیه ایلان ایلان ماسک توی کمپانی سپیس اکسشون فالکون هویو فرستادن هوا اگه یادتون باشه که خیلی خفن بود و سر و صدا کرد توی اون داستان یه دونه ماشین تسلا هم مدل رودستر از این دو نفر رو که نیومده میخواد بیاد اونم فرستادن هوا که یه حالت یه آدم آدم صحیح. پشتش نشسته و داره دور زمین میچرخه بعد حالا همین تازگی تو این چند روزه یه دور کامل زده دور خورشید این ماشینه و چیز دور خورشید دور, دور زمین دور زمین دور زمین یه دور, مدار دور زمین کامل زده آه. آره نه دیگه خب که 557 روز طول میکشه یک سال طول میکشه دیگه مثل زمین که دور پاش میشه, میشه. آه آه دلو 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 یه ذره یه سال و نیم طول کشیده تا الان 762 مایل هم رفته که <تصفح> وارانتیش <تصفح> هم میلیون مایل میلیون مایل هم رفته که وارانتیش هم اکسپایر شده دیگه دیگه بعد از, از 36 هزار تا بیشتر نداشته وارانتی حالا جالب من چه داشتم مدل زندگی هم ایلان ماسک رو میخوندم که چجوری زندگی میکنه این لامصب تو یه هفته به اندازه دو هفته آدمای معمولی حداقل کار میکنه یعنی تو هفته حداقل 80 ساعت یه وقتایی تا 100 120 ساعت این کار میکنه پیگیره بعد اینجوریه که یه وقتی اصلا خونه نمیره میگن زیر میزش میخوابه و به بقیه هم گفته که هر موقع از شبانه روز هر اتفاقی افتاد بیای منو بیدار کنید آه. بعد خیلی از این کارا خب آدم ساخته نشده برای این کارا خیلی این کارا رو, رو روی دراگ یا سری مال موادی مصرف میکنه که بتونه انقدر بیدار باشه و متمرکز بمونه و اینا انجام بده رول فکت اسود نمیشه و دراگ من حالا دیتیلش رو و چیز یه جا هم گفته بود ایبار بار انقدر دیگه ردبول خورده بود که بیدار باشه و اینا بینایی بال در آورد واقعا بیناییش آره کوتاه مدت از می رفته خلاص آدم عجیبیه و با خودش هم کار عجیبی میکنه و طرف نمیشود بابا دیزر شل کن پس فردا ما تو رو از دست بدیم در آینده بچه ها میخونن که اگه اون از دنیا نمیرفت چه کارهایی میتونست بکنه یعنی تو نگه دار کاری که قرار بکنی رو انجام بده یا باش آره. یه خبر بود در مورد آقایی که توی ایالت اورگون آمریکا داشته اسباب کشی میکرده تمیز کاری میکرده هر کاری کل زندگیش 23 هزار دلار پول داشته و اونم کش بوده توی باکس جعبه کفش باکس جعبه کفش بعد اینا رو اشتباهی دیگه با بقیه آشقال اینا اینا میندازه کل کل <تصفح> 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 زندگیش که 23 هزار تا بوده رو میندازه <تصفح> همچی میگی 23 هزار تا بوده 200 میلیون تومن اون خودش نه آره دلار <تصفح> آمریکا امریکا الان 25 <تصفح> میلیون میشه 500 هزار کانادایی ولی خب مثلا میگم چقدر ما دلارمون بده آره ولی ولی خدا شک پیدا میشه دیگه این افرادی که تو ریسایکلینگ کار میکردن پیدا بس میدن 23 فقط 300 خوردهش کم شده بوده که م... <laughs> شاید حالا مشتاق داده بوده نمیدونم 320 دلار ولی یاد یه چیز افتادم همین یکی از دوستای ما که رفت ایران داشت خیلی و چیز میکرد بعد سر یکی از کیفاشو میگفت همینطور میگفت نگاه نکره بنداز گفت چرا یه نگاه می میگفت نه بنداز بنداز خیلی از خوش عجله داشت, 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 عجل داشت خسته شده بود بعد ما باز, باز کردیم 150 دلار توش بود 500 هزار تومان برداشتی 150 تاشون تمام چیزای خوب تو برداشتی از اونجا خب <تصفح> دوستمون بود یه پولو دادیم بهشون یه خبر آخرم هست که البته <تصفح> خنده‌دار نیست ولی سر رمز وایفای که عوض شده بوده یه کسی قتلی انجام میده و کلا میره زندان برای کل زندگیش حبس ابد خورک بتنم نه <تصفح> همش ریخت داستان اینه که یه پسر 18 ساله تو آمریکا دوباره خواهرش آره اینا اینترنت داشتن خونه دیگه بعد ایشون هم بازی آنلاین رو اینا میکرده که اینترنت نیاز داشته بعد چون همه بقیه دیوایس هم رو نت بودن این سرعتش میومده پایین بعد این شروع میکنه هی رمز اینترنت ها عوض کردن که بقیه خانواده نتونن بیان و اینا شاید که بتونه بازی کنه بعد سر این قضیه دعوا پیش میاد و اینا با خواهرش بعد یه تو این دعوا خواهر رو کلا خفه میکنه خواهر رو میکشه سر, رمز وایفای بعد مامانه هم اونجا بوده نمیتونستی جدا کنه زنگ میزنه پلیس تا پلیس بیاد و آمبولانس بیاد و اینا ایشون خفه کرده بودن خواهر خودشون کشته بودن دیگه سی پی آر اینا هم که دادن نتونستن احیا کنن ایشون دیگه رفتن زندان تا آخر عمرش خیلی خبر عجیبی بود که ما گفت حالا من در مورد بازیای ویدیو گیم هفته دیگه ما صحبت کنم <تص> ولی این خوب شد اشاره کردی آره اینطوری بازی نکنید خب دیگه چی تموم؟ دیگه فکر کنم همینا بود. آره دیگه, آره دیگه دو, دو سال شد پادکست دیگه. خود, 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 خود پارسال کیک دادی بهمون چی شد؟ امسال دیر اومدین دیگه. اول فرض کنم زود می کیک داشتیم نه نه سیزدهم ام نه دیگه. اون روز روزش بود. سیزدهم نبودیم. آره حاجی. ان شاء برای سال سوم. ان سال زنده بودیم. خیلی خوب مرسی از و دوستایی که با ما بودن توی این دو سال و کلی به قول معروف ما رو ساپورت کردن کلی اپیزود رو گوش دادن به ما نکته هایی که اشتباه کردیم رو به ما گفتن و خیلی کمک کردن که ما هنوز به جایی نرسیدیم ولی به جایی که الان رسیدیم برسیم و مطمئنا اینو حالا همه آدما میگن ولی بدون حمایت کسایی که پادکست رو گوش کردن این اتفاق نمی افتاد و ما هم انگیزه در واقع درست کردن و پادکست رو توی 166 تا اپیزود هیچ وقت نداشتیم اگر که به خاطر حمایت شما نبود اتفاق فوق که حالا برای ما افتاد همین فرصت بود که ما این همه آدم فوق العاده رو بشناسیم یه سری افتخار داشتیم که از نزدیک حالا ببینیم اونایی هم که نداشتیم دورا دور ولی خب چی بهتر از این دیگه؟ چون بالاخره که درگیر زندگیشون قدی شاید فرصت نباشه که آدم های جالب و مختلف رو ببینه ولی حالا به واسطه این کاری که ما کردیم خب هم راجع موضوعات مختلف حرف زدیم هم تونستیم بشناسیم خلاصه که اشغال دیگه و اینکه تا الان هم میدونیم سوتی زیاد دادیم ولی خب اگر که اشتباهی کردیم تا الان به بزرگی خودتون همه ببخشید و اینکه امیدواریم که بتونیم سال سوم خودکست رو خیلی با انرژی تر شروع بکنیم و از کمک تمام دوستانم استفاده بکنیم من دوباره میگم که ما توی تمام فضای مجازی اسمون اون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مرتبط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم خدافظ خدافظ خدافظ